برای نوشتن کلماتی که ه دارن مثل کلمه هیه، این نکته رو دقت کنید. ببینید این حرکت که شما انجام میدید، این حرکت قوسدار، این سر ه، حالا یه بار دیگه می نویسم، ممکنه این قسمت خوب دیده نشد مجددا. ببینید این حرکت رو شما بایستی با دقت اجرا کنید، از این پهنا برسیم به این ظرافت. حرکت بعدی اینقدر مهم هست که اگر شما اشتباه بکنید دیگه بقیه کلمه هیه به درد نمیخوره. یعنی اگر اینو شما اشتباه بکنید بقیهش دیگه مهم نیست که حالا خوب مینویسید یا بد مینویسید، چون همه این قسمت‌های بعدی این داره تعیین میکنه چه جور بشه. اینو شما یه خط زمینه در نظر بگیرید. بعضی از عزیزان من دیدم این کار میکنن. خب وقتی شما این کار کردی، از تو هی اومدی رفتی، حالا یه رو چیکار میخوای بکنی؟ میخوای اینو آویزونش کنی به این سمت؟ ما باید یه خورده شیبدار بریم به سمت بالا، بیفته داخل این حرکت، از اینجا خارج بشه، یه بستر درست بشه که بعدش یه بنویسیم. اگر شما این حرکت رو اومدی افقی گرفتی به این سمت رفتی، برای حرکت بعدی در میمانی. به خاطر همین شما بایستی این حرکت رو که من بهش میگم حرکت تعیین کننده موارد بعدی، اینو باید دقت کنید. اگر اینو اومدید افقی گرفتید دیگه بقیهش هم خوب نمیشه. خب حالا اگر اینو رعایت کردید دیگه مراتب بعدی، موارد بعدی هم میتونید با دقت بنویسید که توی اجرا کارتون کار خوبی بشه. پس این بازم تاکید میکنم، این سمت و سویی که این هی داره حرکت میکنه رو توی نوشته هاتون دقت کنید، توی مشق نظری خیلی دقت کنید، زیاد نگاه کنید.